سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همینجا کوکتل تی و امروز با یک بی پرده دیگه در خدمت شما هستیم و یک مهمون داریم از نسل جدید رپ فارسی به اسم چرسی که فکر میکنم خیلی هاتون دیگه اونو میشناسید که موفقیت خوبی رو تونسته تا الان کسب کنه بدون این صحبت اضافی میریم با هم مصاحبه رو داشته باشیم اما مثل یادتون باشه که اگه تازه با کانال آشنا شدید حتما کانالو سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشنو بزنید که تا ویدیو میذاریم با خبر بشید اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی بریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم سلام میکنم خدمت چرسی عزیز چطوری آخوبی چه خبر؟ چاکرم عزیزم خودت خوبی ردیفی؟ همه چی ردیف؟ اوکی. خب مرسی که دعوتو پذیرفتی چرا ردیف توپ آقا بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب یه بیوگرافی از خودت بگو که چند سالته و چند ساله داری کار میکنی متولد 25 5 7, 7 و 7 8 سالی شده 8 9 سالی شده فکر کنم دارم کار میکنم دیگه اوکی 9 سالی هست که داری کار میکنی یه سوالی که خیلی هست توی اون به هر حال کوشن باکس استوری هم خیلیو میپرسن حالا من نمیدونم داستان چیه ولی از خودت بپرسیم بعضی نوشته بودن چرس یعنی بنگ چرسی یعنی بنگی یا یعنی نه اصلا چه, چه منظوری داری این اسم معنی چیه چرسی یعنی معتاد چی چرسی یعنی معتاد چرسی یعنی معتاد آره حالا okay. منظور قضیه از پشت این داستان اینه که حالا ما مثل دوکیل چیزمون خیلی رقممون جالب نیست ولی خیلی اول اینکه خودم اینو شنیدم یه بار توی فیلم خیلی باشار کردم بعد قضیه این بود که گذاشتم اسم رو خودم این بود که روی سینمای هندی بود بعد افسر پلیس داشت میرفت توی گفت که من میرم توی بکس اینا که چرسیان و اینا میرم ببینم چیه بعد اون بانده همه مثلا خلافکار و آویزون و لباس مباسه همه چیز و لش و آویزون سیس رپری دیگه بعد سیسی هم بود که اون موقع من خیلی میپوشیدم اون تو اون استایل بودم قبل از اینکه بخوام مثلا رویه الان همون پیش بگیرم و خیلی داغون بودم بعد رفتیم توی دل قضیه چرسی و معناش برای خودم اینه که من به یه چیزی اعتیاد دارم توی روزمرم اون چیه زندگی کردن تو از خواب پا میشی صبح صبحونه تو قراره بخوری نمیدونم ناره تو قرار رو بخوری و به این چیزا عادت کردی اعتیاد داری نمیتونی بگی من مثلا صبح صبحونه نمیخورم نهارم نمیخورم یا مثلا تو به سیگار کشیدن عادت کردی اعتیاد داری به این میگیری چی میگم من به موزیک و زندگی کردن اعتیاد روزمره دارم اوکی okay, پس از دید این نگاه تو همه آدما معتادن چرسیان ببین همه اعتیاد دارم به نظر من همه اعتیاد دارم حالا هر کی نه اینکه صرفا اعتیادشون این باشه که چیزی مصرف میکنن و اینا ولی خب تو تو روی زندگی خودت هم میتونی اینو ببینی که به یه سری عادت هایی که حالا درست یا غلط اعتیاد داری اعتیاد داری به انجام دادن اون کار میگیرم چی میگی درست خب آقا یه توضیح راجع به این که گمبرون یعنی چی اصلا این مثلا این کلمه کجا اومده داستانش چیه گمبرون اسم قدیمی بندرعباسه یعنی بندرعباس هم صرفا نه هرمزگان استان هرمزگان قبل از اینکه یعنی تایمی که پرتغالیا حمله کرده بودن به این طرف قبل از اینکه بندر شاه عب... بند... شاه عباس بخواد اسم بندر عباس رو بذاره بندر عباس از دست پرتغالی در بیاره اسمش گمرون بوده هرمزگان کلا سر گمرون هم یعنی اسمش از اونجا اومده دیگه ما هم بعد هم خیلی خوش لفظ هم با حال دیگه اسم تاریخی بندر عباسه اوکی okay. اسم بندر تاریخی بندرعباس اسم تاریخی در واقع اینو من هی خودم اه... جابجا میگم و بچه ها هم بعضا نمیدونستن اینو اسم تاریخی هرمزگانه که ما کلا گمرون رو میگیم نه اینکه صرفا از بندرعباس از خطه جنوب کسی هم تو رپ فارسی نبوده که از این خطه بیاد بولد بشه و ما اومدیم و استفادهش کردیم و کجا شروع شد؟ یعنی چرا تصمیم گرفتین بگین گمرون جایی شنیده بودید یا نه خودتون تصمیم گرفتین آره شنیده بودم شنیده گمرون. بودم چرا؟ خب مثلا, مثلا حالا قبل از اینکه ما شروع کنیم رو در و دیواره شهر میدی می رو تابلوهای مغازه های شهر میدیدی اینو میگیری چی میگم بگیر شدیم ببینیم چیه قضیه و اینا رفتم دنبالش دیدم تاریخی اسم تاریخ... تاریخی هرمزگان و اینا بعد خب نمیتونستی بگی اون بعد یه گاردی داشتن کلا مخاطبای رپ فارسی اگه منظورت این اینه که چرا استفاده کردی از اینو اینا این بود که خب یه گاردی داشتن کلا مخاطبای رپ فارسی اگه یاد باشه یه تا این فقط بحث تهران تهران و اینا بود بعد وقتی میگفتی از جای دیگه میگفتن بچه شهرستانی خب یادم آره این شهرستانی هم اومده کار هنوزم بعضا میشنوی ولی ما اومدیم گفتیم گمرون و اینا تا, ب... تا, بیان به خودشون بیان که ببینن گمرون چیه و کجاست ما اسم خودمون رو کوبیدیم دیگه اسم شهرمون هم با حال آره دیگه برای این آوردی که این حالا هم یه اسم تاریخی همین که به هر ارق به جایی که بزرگ شدی و جایی, جایی که هستی من بندرعباس رو خیلی دوست دارم اوکی ما بیشتر... داریم. <تصفح> بیشتر از بیشتر از این که مثلا بخوام چیز کنم یعنی فکر و مهاجرت رو اینا کنم بس اینه که عادت کردم به مثلا من 20 روز میرم تهران رد میدم که یه جایی نیست که بتونم انرژی تخلیه کنم من در باز خودش کلا انرژیتو تخلیه میکنه این خوبه آره خب چند وقتی از رپ فارسی گوش میدی و از کی مخاطب رپ فارسی شدی رپ فارسی رو حاجی من راهنمایی بودم خب خیلی دیر نسبت به بقیه بچه ها با رپ فارسی آشنا شدم ولی اولین چیزی هم که از رب شنیدم اول امینمو شنیدم بعدش اه... تایم چیز بود تایم اولین موزیک فارسی که شنیدم چی بود هیچ کس رو شنیدم اه... توی مدرسه همون بچه ها جمع می شدن می خوندن اه... آنگه چیزش یه موی سرباز یه موی بچه ها جمع می شدن می توی کلاس و اینا بابا نمی که اینا دارن چی چ... از کیه اینا هنگ بعد حال میکردم باش دیگه بچه های میومدن جمع میشن میخوندم ما هم مینشستیم گوش میکردیم و اینا بعد که از بچه ها همونجا میپرسیدیم که چیه قضیه و اینا آهنگ هیچ کس و فلان و اینا از همونجا پیگیرش شدم که بعدش اون تایمی بود که اه... یعنی تایمی بود که تیک تاک داشت کار میکرد یک سال بعدش من اسم تیک تاک رو شنیدم بعد بیشتر فازی که گرفتم از رپ فارسی از رو تیک تاک بوده میگم خیلی من دیر با رپ فارسی آشنا شدم ولی بق... قب... وقتی که تیک تاک رو... هیچ, ک... هیچ کس رو شنیدم بعدش تیک تاک رو شنیدم رفتم قبلش هم گوش کردم قبل ترک های قبلی رضا رو گوش دادم زد بازی رو گوش دادم بقیه حالا کسایی که بودن و قبل از تیک تاک بودن دیگه یعنی تو بازه زمانی 88 تا 91 تو دیگه آره آره باستش. دقیقا همون همون بازه زمانی بود دقیقا اوکی خب آهنگی بود که اون شنیدی بگی من این کارو میخوام یعنی نه اون اون من من تو این مدلی نبودم من تا اول دبیرستان نه میگه من تا اول دبیرستان اصلا وایبی نداشتم که چقدر مثلا باحال برم کار کنم خب این مدلی بود که ما رفتیم اول دبیرستان بعد دیدم یکی دو تا رفیقام دارن کار میکنن هم محله ای هم بودم اون موقع رفیق نبود باشون بعد دیدم دارن کار میکنن و اینا باحاله بعد گفتن میریم استدیو و فلان و اینا بعد اون موقع نمیدونستم ورس چیه کورس چیه بعد بهم توضیح میدادن تو مدرسه بین خودم بعد جوری شد که یه بار باشون اول اوایل سال دبیرستان سال اول دبیرستانم بود و بچه ها با همون بکس رفتم استدیو و بعد دیگه استدیو رو که دیدم رد دادم ستون دیگه جات خالی زنگای ریاضی و اینا کلا پای ورس بودیم دیگه اون موقع هم گنگستای خارمدار آره ما اومدیم جلو همه هم فلان اینا گسخال بودیم خب بریم سر سوال که خیلی طرفدار داره تاپ 5 توی رپ فارسی اول از همه تاپ 5 رپ کنات تاپ فایو رپ کنم خیلی سوسولیه توی رپ فارسی یا خارجی رپ فارسی اول رپ فارسی, یعنی کسی که ترک بده سری میرم گوش میکنم دیگه کسی که ترک بده سری میرم گوش میکنم دیگه منظور اون دست افرادن دیگه آره دیگه تاپ فایو دیگه حال میکنی با کارش دوست داری ببینی طرف چی کار کرده و حال میکنی کلا با فازش من خشی کچی بیت کچی <applause> بیت آره کچی بیت okay. سروشی پاپولوژیست بعد ده... خیلی کم گوش میدم رپ فارسی رو ولی الان که بهش فکر میکنم رفیقای خودم و اکثریت گوش میدم دیگه اکثریت گوش میدم ببینم بچه های خودمون چیکار کردن چی بوده ترک ها و پیگیر بیشتر بچه های نسجایی مثلا نمیدونم قبلی ترک بدن زیاد پیگیر نیستم ولی ترک های بهزاد بیاد بالا سری میرم گوش میکنم ببینم چیکار کرده خشی ترک بده میرم گوش میکنم سروش ترک بده میرم گوش میکنم آیسم سادن اینا رو همه رو میرم گوش میکنم ببینم بچه چیکار کردم ولی زیاد بگی رپ فارسی گوش میدم الان نه اصلا کلا موزیک گوش نمیدم زیاد فکرام تو مسابقه سروش هم سروش هم یه توضیح داد راجع به این موضوع که تو وقتی که هر روز مجبوری بیت گوش بدی آپدیت نگهداری خودتو و اینکه از رپ فارسی بکشی بیرون که شبیه فارسی ها حداقل نشی یا الگو نگیری بعد چون هر روز داری وقت میذاری پای این کار دیگه زیاد رپ فارسی گوش نمیدم که داستان نشه از اون بر حد به قول سروش بهتر از اینه که یعنی شبیه دریک باشی بهتر از اینه که بگن نمیدم شبیه فلانی مثلا توی رپ فارسی که اینو خونده این کارو کرده اوکی میگیرم چی میگی خب تاپ uh, 5 آهنگسازات شهریار مستر علیبی علی بی بعد حسین نیش ایلنویس سوالک کاغان یانگلاس تا دلت بخواد میتونم آهنگساز بگم جدیدن با بیتای کی... با بیتای کیوت میتونم خیلی حال میکنم ق... اه... اوایلی که شروع کردم با بیتای بابک بادرفلای بود دیگه دیگه کی بگم خیلی با بچه های اوکی هم یعنی با افتی... متین هم خیلی حال میکنم ملودی انجه... سم اوکی خیلی دیگه ساز حالا ساز حالا آره طب جدا طب از, از اون کلا بکس سیکس کارتلی که اشکان کاگان داره چیز میکنه داره لید میکنه خیلی بچه های یعنی خیلی خفنه هر کی که به نظر من تو رپ فارسی تدیگش خورده تدیگ بیاد با اینو کار کنه قشنگ دو میرم بالا قشنگ میتونن کریر طرف رو نجات بدن در این حد جدی دارم میگم واقعا با کلاس کاری بالایی دارن کار میکنن بچه آره کاراشون باله ولی خب تعریف بالایی بود هرکی کی کف گیرش خورده تهدید آره. سر بزنه به سیکس کارتل جدی دارم بهت می میگم من حتی سر این قضیه سر این مسئله با دادش رضا صادقی محمد رضا که می, می نشستیم صحبت می کردیم چند, و... چند روز پیش بهش داشتم میگفتم میگفتم حتی کارهای رضا صادقی که داره شبیه هم دیگه میشه یعنی پردیوسر نمیدونم کیه پرودیوسرش ولی داره شبیه هم میشه بیاد رو بیتای داداشش کار کنه میترکونه دادشش داداشش داره حالت جاز پانک و اینا مثلا جاز و اینا داره کار میکنه خیلی باحاله بعد بیتای سینتی و اینا آخه به رضا صادقی میاد با اون صدا و ببین آخه بیتایی که داداشش میزنه خیلی باحاله یعنی به چیز چیزش میخوره بیشتر اون استراکچر پاپر رو داره تو خودش تاپ okay. فایو uh, آلبومات چی تو رپ فارسی؟ تاپ فایو آلبوم آلبوم آخر مهرات uh, تونل دو فکر کنم اون بود آره. بعد اتصالی عره. بزرگ میگم اینا چیزاییه که بخوام فارسی گوش بدم اینا رو, رو روی پلیلیست سپریفایم گوش میدم و. بعد آلبوم کنیس آخری آخرین آلبوم کنیس هم باحال بود بیشتر الان منتظ... آلبوم خودم هم خیلی گوش ر该. میدم آلبوم خودم چون ترک هایی که باش چیز کردم وایپ کردم و نوشتم بهشون آلبوم خودم هم خیلی گوش میدم بعد دیگه بهت be بگم آلبوم تاپ 5 آلبوم ها نمیدونم چند تا شد تا چهار تا گفتی چهار سال گفتم دیگه چی آلبوم گوش میدم آخه سورنا و بهرام و هیچ و اینا کلا گوش نمیدی ببین گوش میدم ولی خب من پیگیر اون سلیقه نیستم مگر سورنا رو مثلا چهار سال پیش گوش میکردم خیلی سنگین ولی الان دیگه گوش نمیکنه بعد ولی آلبوماشونو گوش کردم و آ... تاپ 5 آلبومم نیستن الان ولی آلبومای باحالی دادن های خفن شعرهای خفن اجراهای با ولی خب توی تاپ 5 آلبوم های من نیست بیشتر نیو اسکو, اسکو رو بیشتر ترجیح میدم با مثلا ساوندای جدیدی که میارن مثلا مهراد خیلی ساوندای بالی میاره خشی خیلی ساوندای بالی میاره میگم آلبومای جدید رپ فارسی رو ج... جلو جلو شنیدم خب اکثریت الان من تاپ 5 آلبوم‌ها رو اونا رو میتونم بگم نه اونا رو نگو البته می... یکیشونو میتونم حدس بزنم چون منم شنیدم ولی خب نگو چون خبر رسمی ندادن ازش آره چی آره بعدیاش هم آره. میتونم بگم تو... یه دونه <تصفح> تا چهار ماه آینده رپ فارسی رو میخوای لیک کنیم؟ <تصفح> 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 این بده نه بذار آره. خب نکنیش. الان اونا الان مثلا خب ات... اون اون سری آلبوم ها بیشتر میاد تو تاپ 5 چون اونا رو شنیدم بعد خب یه سری هم تو گوشیم دارم دوست دارم دیگه اونا رو بیشتر برای همین اونا بیشتر, اونا بیشتر پر رنگ تو ذهنم تا آلبوم های قبلی آره اون آلبومی که یکی هم آلبوم که تو ذهنه تر میدونم چی میگی به شدت هم هیته حالا منتظر باشیم بیاد آره دیگه خب تا فاوید رپ های خارجی هم چی شی بگی میخوای بگو آره رپ کن خارجی ها دریک اولیه ولی آلبوم رو زیاد نبودم یه ترک گذاشتم تو پلیلیستم بعد بگم اکثریت فیدبک هایی هم که شنیدم راجع به آلبوم آخرش هم همینجوری بود یعنی یکی دو تا ترک برداشته بودن تو آلبومش ولی منم کلا یه ترکشو دوست داشتم آره آره بعد دریکو و جدیدن ای جی تریسی رو گوش میدم سنترال سی رو گوش میدم از یوکی بعد مهم. لیل بیبی رو گوش میدم جی Cole بازم میتونم بگم بهت حتی نه دیگه بسته اوکی یه سوالی که خیلی شده بود تو کوشن البته الان اسمش رو بردی تو اونایی که پیگیرش هستی اونم یکی از ربکنهای خفن گمرون یانکسادن. مشکلی با یانکسادن داری نه چرا با مشکل داشته چرا با چرا با تا الان با هم همکاری نکردیم پیش نیومده داستانش دو سه بار نشستیم صحبت کردیم ولی خب هم وایب نبودیم بشینیم واقعا تو استدیو بخوایم ترک بزنیم ولی جاش برسه حتما چرا که نه هم من خیلی پایه این کارم هم سادن پایه این کار با هم دیگه چند باری صحبت کردیم راجع به این مسئله هم همکاری همکاریمون چون میترکه هرچی عقب تر بیفته بالتره اوکی آخه یه بحثی هم که بود این بود که خب سادن خودشو پادشاهی گمرو نام میبره یه جوری خیلی ها میگفتن شاید این یه جور اعلام جنگ میتونه باشه با اون مشکلی نداری یا به نظر ببین اتفاق خب ساده به خودش میگه پادشاه گمرو منم به خودم میگم سمبل نخ باید مثلا همچین چیزی باشه طرز فکرامون یه نمور فرق داره خب ساده یه ذره استایلش چی بگم استایلش بیشتر میخوره به اون به اون لفظا من استایلم به لفظای دیگه میخوره میگیری چی میگم مشکلی با این موضوع آه. نداره اوکی پس در آینده دور یا نزدیک همکاری خواهد بود حتما اوکی. بشینیم وایب کنیم با هم دیگه حتما یه دون ترک در میاد با ما اون مدلی هم نیستیم جدی مثلا من و تو خونه همدیگه دیگه رفتیم نشستیم با هم دیگه چیز کردیم صحبت کردیم راجع به یه سری مسئله اونقدر که مخاطبا فکر میکنن چیز نیست ولی چیزی که ما خودمون هم اولش هم صحبتشو کرده بودیم این بود که هرچی عقب تر بیفته بالتر میشه قضیه ولی خب موافق اینم که زیادم نباید کشتار بشه اوکی okay, آره یه سوال عجیبی بود یکی پرسیده بود پدرت ربکون بوده؟ پدرم؟ آره نه no. بابا هست، هست بابای من مذهبی برشه. صد بود چیه صد بود؟ صد مذهبی صد بود میگفت که می گفت اوه. که می گفت دوست دارم که مثلا اگه میخوای بخونی برو مداح بشو این داستانه ولی بعدش دیگه کشید بیرون از همون دیگه اوکی نه اون که از لفظ گذشته دارم استفاده میکنم من چهار سال پدرم جدا شده از خانواده که تو آهنگات هم گفتی چند وقت پیش که موزیک ویدیو هم داشت آره 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 ترکه با عالی هم بود خب آقا داستان یه اتفاق یکی از میشه گفت اتفاقای خفن چند وقت فارسی این بود که موزیک ویدیوی کسافتت ای این اینجوری گفتن چه مدل, <سؤال> مدل بدی بود موزیک ویدیوی مثلا <سؤال> 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 موزیک ویدیوی کسافت نه ولی خب موزیک ویدیوت که اسمش کسافت بود از چنل یوتیوب ویو پخش شد و خیلی هم ترکون اما اومد پایین فکر کنم الان رو چنلشون نیست چی بود داستانش ببین قضیه برمیگرده به اون جایی که ما تو ایران ایرانی ما های ایرانی تحریمن دیگه همون جوری <سؤال> که بلنس رو روی دیسروکیت سف کردم بند کردم ما رو از روی دیسروکیت همون جوری هم از روی ویبو میکشم پایین ولی اب دو بار اومد روی ویبو و دو بار اومد پایین میگیری چی میگم؟ آره. این مدلی بود اومد روی ویبو به خاطر ریپورت به خاطر ریپورت یه سری نمیدونم چی اسمشون رو باید بذارم اومد پایین ولی بعدش دوباره ما آوردیم بالا بعد که فهمیدم ما از ایرانیم و یه سری کامنت های کوسیر زیر اون پست بود سر اون قضیه دوباره ویدیو رو آوردم پایین و بچه ها گفتن که دیگه بهترین کار اینه که ما چنل خودتو بیاریم بالا روی ویبو یعنی چنل آرتیستی آفیشیال آرتیست ویبو تو بیاریم بالا که بعد ویدیو رو موو بدیم اونور با همون دیتا که گفتم اوکی این مثلا ولی ما کاری که باید انجام میدادیم و انجام دادیم تا حالا موزیک ویدیو فارسی روی چنل اصلی وبو نرفته بود که رفت اوکی okay, پس یه سری ریپورت کرده بودن واقعا این بحث ریپورتو رو آقا با یه کار حال نمی کنی دوست نداری نرو سمتش ریپورت آخه من بازی من توی بازی ببین آخه من زورم از این میگیره من توی ترکی کسافت راجب خودم صحبت کردم نه به کسی بی احترامی کردم نکاری کردم که کونه کسی بسوزه از این قضیه ولی مثل اینکه یه سری دوباره کونشون سوخته بود از اینکه ما رفتیم یه جایی که بقیه نتونستن برن. و اولین چیزم نبود دیگه عادت کردیم به این قضیه آره دیگه این بده دیگه تو ایران یه فکری که هست خیلی ها به که خودشون به اون سطح برسن دوست دارن اونو بکشن پایین هم رده خودشون بشه جایی که تلاش کنن رو بهش برسن و این واقعا یه حرکت به شدت چیپو اصلاً آره مسخره است مثلا سر قضیه دیس سروش هم همین مدلی شد خب تو وقتی توانایی مقابله با طرفو نداری چرا مثلا میگی که آقا من این مدلی هم که خب جواب نمیدم به جاش کار یارو رو میکشم پایین میگیری چی میگم چرا باید این کارو بکنی چه دلیل چیه برای این دیس سروش به دانیال میگی دیگه آره بد... آره اصلا من یکی من خودم یکی از اونایی بودم که باعث شدم اون دیس شکل بگیره ستون <applause> این بله <بالی. تصفيق> آره این مدلی بود که من اون چیزه رو دیدم اون ویدیویی که از خودش گذاشته بود بالا اون بند خدا رو دیدم بعد فرستادم برای سروش سروش سر کشیک بود گفتم دادش به نظرت درست اشتباه نیست از از لفظایی که استفاده کرده لفظش لفظای توه و داره به نظرم تو رو میزنه بعد گفتم باید دیس برسه به این فکر میکنم بعد سروش هم که سرش درد میکرد توی کشیک بود و رفت پاش دیگه نسخه پیچید آره رو نسخه هم نوشیم. آره دقیقا رو نو... با هم دیگه کار کردیم چیز کرده بود رو پشت نسخه نوشته بود حالا دانیال ما اینجا طرف کسی نیستیم و دانیال من خودم رو از زمانی که با رضا پیش رو کار میکرده اینا دوست دارم من از هم رایمش خوشش بود اما خب داره به یه سمت به نظر من هم غلطی میره حالا خودش نیست بهتره زیاد راجبش صحبت نکنیم اما دوست داشتم که اون بیف شکل میگیره و جواب میداد دانیال حالا و ببینیم در آینده چی میشه داستان بهتر زیاد واردش سر نشم. سیاست های اشتباه سر, سر... سر... اینو می‌خواستم بگم, بگم. سر سیاست اشتباه اه... اون استراتژی های بیزنس پلنی اون اه... لیوله دیگه آره میتونه این باشه خب یه داستانی که هست زمانی که آلبوم توناژت داشت میومد و نزدیک آلبومت بود یک سری از بچه هایی که خب یه زمان خودت خودتو ریاکشن میکردن و اینا شروع کردن به دیست دادن و یه سری حرفا زدن نظرت چی بود؟ مثلا چرا شکلی گرفت اون داستان به نظر؟ داش خب مشخصه وقتی که یه اسمی توی مارکت بولد میشه خیلی ها دوست دارم ازش استفاده کنم برای ویو گرفتم منم یکی از اونم جای خوبی پیدا کردم برای ویو اومدن قلاب انداختن دیگه این بده آره. جوابی بهشون نمیدی چرا باید جواب بدم مگه من ریاکشن کارم ریاکشنه یا نمیدونم تخصصی تو این زمینه دارم من کارم رپ کردنه و کسی هم که واقعا توی لول من باشه بخواد دیس بده من نیدم تا الان ولی لول باحال بیاد لول بالا بیاد که ببینم من با دیس کردنم اونو پروموت نمی کنم. قطعا یه دیس بک درسته میدم ولی شانس ما تا الان هر کی اومده به ما دیس داده کسخل بوده این <تصفح> <تصفح> خب ببین الان این صحبتی که داری میکنی یه اسم دیگه میاد وسط که خب توی ترک اسلپ به نظر میومد که تیکی رو بهش انداخته بودین و بعدش هم دیستون کرد اونم ایسینه نظر راجع به ایسین چیه و اون بیف چیه من راجع به یعنی شروع. به ایسین دیسترکت ندادم توی اون تیکم به همون شخصی بود که خودت داری میگی ولی به ایسین نبود ایسین خیلی دوست داشت خودش رو بندازه وسط ویو بگیره که گرفت دیگه okay. رفیقاش هم براش خوب ویو بردن از رو کار ما دیگه وارد این بحث نشیب زیاد داره واسه خودمون بد میشه ولی <laughs> اوکی <laughs> <Okay. laughs> و فیلم که هم یه مشکل شخصی دارین چون برحال اون دراجه به صد کرج و اینا حرف میزدین به نظر می که نه. شما هم دارین دیگه میدازیم بهش میگم صحبت های توی رپ فارسی اونقدر جدی نیست ولی پاش برسه کاری نداره خرجش تلفونه آها میرین صد کرج ها آره و زیاد بعد اصلا ببین من این بند خدا رو نمیشناختم این کسی بود که لیل شیروین داشت کارشو پروموت میکرد یا مثلا کیا داشت داشت میرفت بلوی کیا کیا رب که بخواد مثلا کارشو تو استدیو اونا رکورد کنه و من خیلی راحت میتونستم بگم آقا کارشو انجام ندید من با این بند خود پدر نداشتم که گذاشتم کارشو بکنه و پیش بره دیگه بگیری چی میگم مگر یعنی خیلی راحت میتونستم قبل از اینکه من یعنی همون موقع که اسمش به گوشم خورد که غز... داره همچین اتفاقی پیش میاد خودم سی که طرفو بزنم ولی گفتم چه کاریه بابا بذار بند خدا داره کار میکنه کار کنه و تو وقتی نه ایمپریشنی برای من داری نه سودی داری برای من با اینکه من بیام بر با تو توی بیف چرا باید این کارو بکنم سنگ مندازم تو راه خودم کس خودم میگی اوکی okay. میگیرم چی میگی میگم یه زمانی هم یه درگیریه به نظر میومد فیکی با زیر تونی بانکیت داشتی که به ترک اسلاب ختم شد اون داستانش چی بود اصلاً چرا تصمیم گرفتیم سیاست کار باشه سیاست کار دوست داشتیم و مدلی بشه چون ببین ما چیزی رو به مخاطبا دادیم که خود مخاطبا دوست داشتن میگیری چی میگم مخاطبا اینترتینمنت اون قضیه رو اون سرگرم کنندگی اون قضیه رو دوست داشتن که ما هم همون رو بهشون دادیم دیگه میگیری چی میگم یعنی اگه مخاطبا دوست نداشتن قطعا این اتفاق نمیافتاد ولی دوست داشتن ما هم فهمیدیم چون میگفتن یا فیت بدین یا دیس بدین که ما هم هم توی استوریا دیس دادیم هم توی ترک فیت دادیم خیلی هم okay. تریک با یه تیر دونشون دیگه آره دیگه ما دیدیم خب این اتفاق داره میفته و ملت دنبال اینن که یا فید ببینن یا دیست که ما جفتشو بهشون دادیم دیگه بعد جایی که قلا بنداختیم هم خوب جواب گرفت بعد پیشنهادش هم اصلا از طرف من بود گفتم بیا این کارو بکن آره ایده با کارم خروج نهایی هم بود خب خب یه سوال کنم یکم چالش برانگیز یه نفر overrated و یه نفر underrated تو رپ فارسی نام ببر overrated و underrated, uh, underrated ها که کل نسل چار ولی overrated اکی. overrated خیلی آدم الان میتونم اسم ببرم برات یکیش دانیال اصلی دانیال رو قبول ندارم کسی دیگه بخواه بگی چیه؟ که من قبول دارم چون دید خودم به این موضوع چون تو وقتی به سر خودتو به در و دیوار میزنی که بیای بالا اون زیاد بعد با اون رقمایی که جابجا جا شده یه ذره باحال نیست دیگه اون قضیه زیاد باحال نیست بعد نه اینکه حالا بگی صرفا سر این قضیه دارم میگم ده تا آدم دیگه هم میتونم بهت بگم ببین حالا دانیالو میگم چون خودش نیست ولی مثلا من دانیال هفت سالی هست میشناسم ترک های باحالی داده بود قبل از اینکه فیت بده و فکر میکنم شاید این مارکتی که به هر حال حالا بیاد بیاد بگم. بالا قبل از, این از این که تو که قبل از اینکه این اصلا, این اصلا بخواد بجید. با اصلی کار کنه من نشنیده بودمش خب ترک ها شد و وقتی یهو یه میاد اونجوری پامپ میشه قطعا میشه هم یکی ببیم. که قبل اینکه اه... کنه ترک های باحالی داشت مثلا مثل پیاده ترک باحالی بود نمیدونم من من از اونجای شناختمش که شایه اومد پشتش شد زیادم نه کریره شد زیاد هستم یعنی اون کریری که برای خودش ساخته خیلی کریر حبابیه دوست ندارم زیاد اون مدلی مگر نه خودم هم اون م... یکی از اون... اونا میتونستم باشم از اون دست افراد ولی دوست نداشتم میدونم خب یه نفر دیگه هم نام برقشن شد بس <laughs> یه نفر دیگه هم پیش شدارم دوست داری اذیت کنی یه ذره ملت <applause> آره دیگه با حال میشه خب بدون چرا ندونیم از نظر تو بدونیم یه بیفی هم شاید شکلی رو اوبریتید او بذار نگم بذار اسم نبرم اوکی اوکی بذار اسم نبرم چون داستان میشه بعدش دیگه اوکی اوکی قبول دارم خب آقا بهترین آهنگت از زید خودت تو تورا... که تا الان پخش کردی کدومه بهترین آهنگم آره عدید خودت کسافت بعدش گیریل بعدش هم دیستنس به نظر من بی بیسندتون بی سندتون خیلی فیت باحالی بود دوباره سایفرمون آره، آره، بی, بی, بی سند آره بیسند خیلی پروژه باحالی بود بیسند؟ سند آره. بیسند سند بینید چه مدلی بود اصلا قرار بود اون پروژه چه اتفاقی قرارش بیفته که این مدلی شد بعدش نه متاسفانه قرار بود که با من دموشو رو فرستادم برای آرتا آرتا خیلی باشار کرد بعد آرتا گفت که من الان درگیر پروژه ننال بود فکر کنم گفت که ننال یا قبلش نمیدونم پروژه قبل از ننالی که فیچر بودن سوراب و سامان و کوروش و آرتا چی بود قبلیش ننال بود ننال بود قبل بود. اون آره. میرسم به تشکیل که حالت چیز, <تصفح> چیز داشت. آره بعد سر اون قضیه بود گفت که درگیر اونم الان خیلی وقتم روی اون پروژه است چون رو بیتش هم مثل اینکه خودش داشت کار میکرد گفت نمیرسم بزنم ولی اگه عجله نداری سرش بزن فکر کنم میرسم به تش و میگی آره فکرم میرسم به تش چون ننال فکر کنم 6 ماه اومده آره اون مالی یه آره میرسم به تش, تش بود, بود. میرسم به به ازاد و خشی و کروش و اینا آره درسته بعد قرار بود که د... یعنی داشتیم اون مدلی پیش می بردیم پروژه رو که بعد من گفتم که نه من وای به این پروژه رو دارم احتمالا خودم زودتر بدمش بالا بعدا حالا سر یه دونه پروژه دیگه با هم دیگه فیکس میشیم بعدش گفت که حل و اینا بعد من رفتم تهران با بج... رفتم رکورد گرفتم اینو هم کیا وای بهشو گرفت هم شروین اومدم رو جفتشو جفتشون آوردم رو ترک و با... ترک باحال بود دیگه ترکید خیلی ترک باحال بود حالا مزه شیر با پیتزا چه جوری بود مزه خوبی میداد با پپرونی جالب جالب بود دیگه با پیتزا پپرونی <laughs> که من زدم جالب بود ولی با چیکن بچه ها زیاد توصیه نمیکنه <laughs> این بده آقا یه صحبتی که دو تا اتفاق این چند وقته داره توی کامیونیتی رپ فارسی میفته نمیدونم حالا در جریان هست یا نه اول از همه یه حرکتی که چند وقت پیش داشتیم همین سه چهار روز گذشته که یکی از به هر حال کانتنت رفته بود تو محل چند تا آرتیست ها و پول میده به مردم که میگه آیا حاضرید به خاطر پول فوش مادر بدید به رپر مورد علاقتون نظرت راجبه این داستان چیه؟ حقیقتش من این کانتنت رو دیروز دیدم بعد مهم. توی توی اکسپلورم اومده بود رفتم دیدم بعد رفتم ویدیو رو دیدم نمیدونم احساس تنفر کردم یه ذره ببین چی آخه تو باید خیلی نمیدونم بعد طرف بخوای که بخوای این کارو بکنی که بری پول بدی به یه نفر که بگی فوش ناموس بده خب معلومه اون طرف قطعا این کارو میکنه چون الان توی ایران مخصوصا ملت جوری که 50000 تومان هم براشون 50000 تومان تو رفتی داری میگی آقا من فلان قد بهت پول میدم یکی رو فوش ناموس بده که قرار نیست اصلا ببینیش میگی چی میگم معلومه که این کارو میکنی که پول رو برداری هم نمیدونم حرکت فولیه اینا یکی برای من بخواد این کانتنت رو تولید کنه قطعا میرم یه... من میرم یه پول بیشتری میدم که فوش خارمادر بهش بدن دوباره به اون طرف بدن میگی چی میگم خیلی جالب آره من مشکلی که از... خیلی با این آره من با... تو بری پول بدی به طرف که فوش بدم به اون بنده خدا واسه چی آخه چی رو میخوای برسونی با این کانتنت با این محتوا آره ببین به نظر محتوا میتونست خیلی متفاوت باشه آقا پول بدی مثلا با اینکه رپر مرد ولی اون یه نظر دیگه بده ولی فوش مادر دادن اونم اصلا ببین کیا. خب اینا اینا برای ویو گرفتن دیگه تو کامنتو. هم من میدونم اینو هم تو میدونی این قضیه رو که این مسائل برای ویو گرفتن ولی خب تو میتونستی یه کانتنت بالتر درست کنی تو که هزینه می داری هزینه میذاری پای ویدیو بیاد آقا یه بیت از فلان آهنگ رضا پیشرو رو مثلا بیا بخون خب اگه درست اون بهتر خوندی من بهت انقدر میدم دیگه چرا مثلا وقتی میتونی همچین کانتنتی درست کنی چرا برعکس میای میگه, میگه آقا فوش ناموس بده من اینو بهت بد بدم زیاد جالب نبود دیگه. یکم به نظرم نفرت پراکنی بود توی رپ فارسی آره هم حالا داره داستان میشه خب آقا ببین یه داستانی که هست چون خودت به هر حال رپری و رو کارات ریاکشن شده میرن و حالا داستانهای کپی رایت و این حرفا یه بحثی که خیلی جالبه راجع صحبت کردن اینه که بچه ها خیلی هاشون ناراحتن که آقا وقتی ما میایم ریاکشن میریم کارا کپی زده میشه فلان آرتیست خوبه که کپی رایت نمیزنه فلان آرتیست اینجوری و اینا خواستم یه توضیح خودت راجع به این کپی رایت بدی که اصلا داستان این کپی رایت چه جوریه اینکه حالا اتوماتیکش چه جوریه منوال چه جوریه و قبلش اینو بگم وقتی یه پلتفرم این اجازه رو به آرتیست میده که وقتی یکی از کانتنت شما استفاده می‌کنی، شما حق داشته باشی استرایک بزنی کپی رایت بزنی قطع کنی، یا هر چیزی اول از همه اصلا اصلا مسئله غیرقانونی نیست مسئله که قانون داره بهش اجازه میده مثلا هم بحث دل پاک و فلان و این حرفا نداریم ولی خودت کلا یه توضیح به من بده راجع به این حالا برای مخاطبا راجع به کپی رایت و کلا اصلا پاپلیشرا کارشون چیه خب قضیه این کپی رایت خوردن روی ریاکشن ها خیلی مسئله بلدی شده این چند وقت یه سری یه... چی میگن یه سری از قضایی که روی ویدیو روی ترک ها حالا یا ویدیو های من ریاکشن کمتر میرن بچه ها سر همین موضوعه چون کپی میخوره و خب اونها هم ازش دارن وقت میذارن درآمدش رو بگیرن بعد من الان دارم با یه پابلیشری کار میکنم که توی قراردادم اصلا نوشته چون خودش داره سهم درصد برمیداره از کار من درآمد داره خودش نمیذاره که من کپی رایت ها رو بردارم از رو ویدیو مگر من گاردی ندارم قبلش که با دیسروکیت کار میکردم دیسروکیت کپی رایت نمیزد دست خودت بود که کپی رایت بزنی یا نه که درآمدش رو کلیم کنه برات ولی از این پابلیشر جدیدی که من دیستریبیوتوری که دارم استفاده میکنم ازش این اجازه رو بهم نمیده چرا چون خودش داره درآمد کسب میکنه از رو کارهای من خب درصد درصد داره قراردادمون درصدیه و این اجازه رو بهم نمیده که این کار بکنم از اون طرف هم یه سری آپشن های دیگه به من میده خب معلومه که من اوکی. وقتی دسترسی ندارم چجوری کپی رایت بردارم بعد با یکی دو تا بچه هم صحبت کردم راجع به این موضوع گفتم که اگه مشکلی دارین راجع به این موضوع به من بگین که من بتونم براتون حلش کنم بعد فادویت و یه سری از بچه های دیگه شاهدن شاهد این موضوع هستن حتی فرشاد که با, با هم دیگه ویدیو زدین و اینا من خیلی سعی کردم که کپی ها رو از رو ویدیو هاشون بردارم اما دیستریبیوتور اجازه نمیده که این کارو بکنه. بعد حالا یه سری ها هستن خب شنیدم این موضوع رو که میگن از طرف تعریف بد میکنن کپی میزنه خوب تعریف میکنن کپی نمیزنه این یه ذره خیاره دیگه ولی اینکه مثلا ولی سر قضیه خودم که دست خودم نیست این اتفاقو میتونم توضیح بدم که این قضیه که الان سر کار من داره میخوره بچه های دیگه هم حالا همین حالا مدلی هم یعنی چیز هم هست که منوال خودشون بعضی میان کپی رایت میزنن چون مثلا طرف مثلا خوشش نایمده از آهنگ یا هیت کرده اون مسئله هست ولی بازم نمیتونه کسی به نظر من خیلی خورده برده بگیره چون بر البته که این کار فوله ها. مثلا داشتیم خود منم داشتم طرف اومده گفته کار من ریاکشن میری کارش ریاکشن رفتیم خوب نبوده نظرمونو گفتیم و کپی رایت زده آدم چون به هر حال کانتنت اون شخص و و چیزیه که به هر حال قانون بهش اجازه داده انجام بده ولی حالا خب یه چیز یه چیز دیگه هم بهت بگم آرام ببین توی رپ فارسی پول نبوده خب آره بعد الان یه سری راه ها اضافه شده که بچه ها بتونن پول در بیارن بعد یه سری کانتنت کریتور که مثلا این کارا رو دارن انجام میدن ناراحتن از این موضوع که آقا خودشون پول در بیارن آرتیسته پول در نهاره این هم یه ذره دید اشتباهیه دیگه من وظیفهم نیست که بخوام این کار رو بکنم که کپی رایت ها رو بردارم ولی من دارم از عشقی که خودم دارم دارم داره تبلیغ غیر مستقیم کار خودم میشه دیگه میگیری چی میگم ده نفر دیگه آدم بیشتر دارن کار منو میبینن من دوست دارم که این اتفاق نیفته ولی خب نسبت به اون قراردادی که من نوشتم داره این اتفاق میفته و نمیتونم جلوشو بگیرم حالا دیگه چهارم آره یه مسئله ای که هست حالا راجع به این صحبت کردی ببین چیزی که به نظر من اشتباه شاید از, نز... از... از کاری که خیلی از بچه ریاکشن میکنن در اینه که آقا شما از اسم یه شخص استفاده میکنی از پروموت اون آهنگی که داده استفاده میکنی و شاید عملا هیچ کانتنتی اضافه نکنی رو اون و خب ریاکشن که کانتنت اورجینال نیست در اصل درست. و شما هیچ چیزی اضافه نکنی رو اون کار توقع داشته باشی یه آرتیست اومده باشه مثلا یه ما وقتشو گاشه یه آلبوم تولید کرده و تو بدونه که کاری کنی فقط با شنیدن یا ادا اصول صورت بدونه که به کار چیزی اضافه کنی و هر چیزی توقع داشته باشی پول دراری ولی خود آرتیسته که زحمت کشیده حقش کار خودشه اینو نشه باشه و به نظرم این دید خیلی غلطه حالا آره اوکی اون زمانی که آرتیستی میاد به من میگه کار منو ریاکشن میری ریاکشن بریم بعد دستی بیاد کپی رایت بزنه خب این فله آره اون یه ذره خیال قبول دارم. دارم ولی این که آره. طرف خودش بیاد بهت خب. مثلا ریاکشن برو زاریم. و بعد چه? بیاد کپی رایت بزنه خیاره دیگه و البته اگه آره منوال باشه اگه اتوماتیک دیگه. بخوره باز اون بنده خودم مقصر نیست میتونه پیگیر آره اتوماتیک بخوره که به اون ربطی نداره درسته آره. ولی وقتی دستی اصلا ببین روی کانتنت های من این مدلی شده آرام توی 24 ساعت اول او... او... اوایل کپی رایت نمیخورد ولی الان نمیدونم چ... چه الگوریتمیه داره ازش استفاده میکنه ولی ترک تا مثلا به مرحله آپلود میرسه کپی رایت رو میخوره توی همون حالتی که حتی ویدیو پرایوت هم باشه روی روی ویدیوهای خودم هم داره میخوره توی چنل خودم بری مثلا ترک آه. آه... گریل ترک نمیدونم کسافت Uh, یا بقیه ترک هم همشون کوپیرایت خورده خب اینا داره پولش میره تو جیب من فرقی نداره چه از یوتیوبم بگیرم چه از پابلیشرم بگیرم هر جفت جیب به جیبه یه جوری خب ولی برای بچه ریاکشن این مدلی فکر میکنم مثلا خیلی از آرتیست ها نشستن پایین این که اینا ریاکشن برن بعد زرتی برن چیز بزنن کپی رایت بزنم ولی خب اصلا مادر... کار پاپلیشر همینه دیگه طرف نمیتونه خودش بیاد 5 تا حساب ادسنس واکنه یه جا از اسپاتیفایش درآمد بگیره از ساند بگیره از یوتیوب پابلیشر میاد همه رو جمع میکنه درصد برمی داره و میده دیگه دقیقا. به دیگه که دقیقاً مثلا همین آره هم میریم سراغ قسمت بعدی چند تا چیز ازت میپرسم بینشون بعد یکی انتخاب یا یه چیزو انتخاب کنی اول از همه هابیل یا قابیل هابیل بابیل قابیل کش یا قابیل بابیل هابیل کش جفتشون بال با بود یه کدوم رو بگو دیگه خب ببین معمولا اونی که ببین تو مشت اول رو میزنی خب درست بذار درست توزیش بدم وقتی یه دوام میشه صحبتی که از اون دوام میمونه میگن کی مشت اول رو زد یا شنیدی دیگه این جمله رو میگن مشتی هزار مشت اول هزار آره. اون مشت هره. اوله معمولا بیشتر میمونه ولی خب اگه طرف برگرد اون دعوا رو ببره خب صد درصد خب اسم اون بیشتر میمونه پای اون قضیه و به نظرم جوابی که رضا داد اکسل عمل بود دیگه یعنی سهراب اومد زد بعد رضا اومد جواب داد به نظرم جفتشون هم دیسه دیس باحالی بود جفتشون هم یه چی میگن کامیونیتی رپ فارسی و یه تکون درست دادن با این قضیه کلی هم سرش ویو جابجا شد بعد تو توی این مسائل من که آرتیستم آره. رقم ها رو میبینم رقم, هرکی با... رقم هر کی بیشتر باشه برنده است حالا اگه فکر نباشه قضیه ولی رقم هر کی بالاتر باشه به نظر من برنده است الان نمیدونم رقم کی بالاتره ولی هر کی رقمش بالاتره برنده است مثل خب. سر قضیه فدایی و حسین دیگه دقیقا سوال بعدیم همین بود حسین یا فدایی <laughs> خب حسین یا فدایی سر چی؟ سر دیسا؟ کلن, کلیت سر دیسا میخوای بگو خودت ببین من با فدایی زیاد خاطره نساختم ولی جدیدا خیلی رپ کنه آماده ایه. یعنی هیچ به نظر من با چیزی که میتونم الان ببینم از طرف فدایی خب آلبومشو که شاید بشه پیش بینی کرد که چه موضوعاتی رو میخواد روش دست بزنه مگر اینکه سورپرایز کنه ولی خیلی دوست دارم بیف فدایی و کوروش ونتونز رو ببینم به نظرم دو تا از رپرای آماده و با حال رپ فارسی الان به نظر من که آماده ترین رپر حال حاضر فداییه چون واقعا داره خیلی عجیب غریب کار آره از بابت آماده بودن آماده بودن توی رپ فارسی من هم کروش رو قبول دارم هم فدایی رو چون جفتشون واقعا آمادن رو دارن ببین هر ترکی میدن رقماش رقمای هیتیه دیگه میگیری چی میگم هر ترکی مرحب. هر ترکی ازشون میاد بالا هیته به نظر من وقتی این اتفاق میفته که رپر آماده باشه از هر بابتی آپدیت باشه و جفتشون الان من نظر من توی توی سلیقه من توی یه لول باش دارم. حالا طرف میخواد بیاد بگه نمیدونم دیریکالی این بالتره نمیدونم اون بالتر من لفظای جفتشون رو دوست دارم یکیشون داره مثلا حالت مین استریم کار میکنه یکی آندرگرن که حالا این جدا سازی هم خیلی باحال نیست ولی توی یعنی این قضایی که رپ فارسی داره اصلا مینستریم باحال نیست یکی داره مستقل کار میکنه یکی با لیبل بسته میگیری چی میگم اینجوری بالتره بخوایم جداشون کنیم اگه قرار به جدا, یا جدا شد کردنه فده. آه چی شد؟ میگم حسین و فدایی رو پس الان شد الان علان... حسین بده حسین ترک بده گوش نمیدم ولی فدایی ترک بده گوش میدم فدایی اوکی اه... کچی بیتس یا جی جی تو پرودوس توی پرودوس اوه آره حاجی سخته ولی خشی رو من خودم خب سلیقه سرم ببین من با خشی خیلی کانکتم یعنی نه از بابت کانکتی صحبت کردن صحبت کردنی و اینا نه مثلا با هم دیگه داشتیم اون رو صحبت میکردیم پلیلیست همون ترک همون اکثریت یه دونه ترکو گذاشته بودیم توی پلیلیست همون. یعنی در این حد با هم دیگه یعنی الان خشی یه دونه بیت بفرسته قطعا من باش وایب میکنم پس کچی آره کچی ولی جی هم نمیشه مثلا بگی که مثلا جی جی هم بالنش جی خیلی خفنه هر هر چی زده تا الان ترکیده میگیر چون میگم جج جی هم خیلی خفنه ولی بین جی جی و خشی خشی رو برمیدارم چون خیلی بیشتر به کاری که من دارم انجام میدم نزدیک تره اوکی بی یا شیم 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 بیف یا همکاری به جاش بیف به جاش همکاری <applause> خب آلبوم یا سینگل ترک آلبوم خیلی ببین من تا الان روی یه دونه آلبوم بیشتر کار نکردم سه تا آلبومو گم کردم خودم به شخصه که منیجرم واقعا شاکی از این که چرا اون سه تا آلبومی که دیریکشو گم کردم و گم کردم قضیه‌اشو ولی آلبوم درست کردن رو بیشتر دوستم چون بیشتر توی فضای کرکتری خودت میری بیشتر راجع به خودته قضیه تا سینگل ترک سینگل ترک نید. وای بیه اوکی okay. خب آقا بریم سر بحثی که میتونه خیلی جنجالی باشه چند تا اسم ازت میپرسم نظری حرفی انتقادی پیشنهادی هر چی داری بگو راجع بشون. اسم اول آپریسا آپریسا خیلی خفنه به نظرم خیلی خفنه احتمال همکاری باش داری ببین اگه یه وای بیا بخوایم با هم دیگه پیش ببریم حتما چرا که نه ولی خب یه ذره آپریسا چیزاش سنگین تر کاری که انجام میده یعنی از بابت چیزایی که تولید میکنه کاری که تولید میکنه یه ذره سنگین تر روشون وقت میذاره ولی اگه وایبمون بهمون به هم بخوره حتما یه کار بال میزنیم ولی خیلی دوست دارم خیلی, بچه گلیه کلی هم با هم صحبت میکنیم خب اسم بعدی رفیق سمیمیت دکتر سروشی پاپولوژیست دکتر که بابا ستون داداشم سوت اصلا دو کو راجع به صحبت نکن دکتر رفا کاری پروژه چیزی خاطره ای نمیخوای ببین من و سروش یه دونه آلبوم مشترکی کنسل شده داریم اصلا آره یه دونه آلبوم مشترکی کنسل شده داریم اون هم توی دو روز بسته بودیم آلبوم رو توی اه... چیز بودیم توی ویلای سوروشینا بودیم شمال بعد جمع شده بودیم دوره هم و کاغان و سینازا همور بیت میزدم ما میرفتیم روش میخوندیم خیلی وای به بالی بود ولی به درد اه... اون تایمی که بخوایم ریلیز کنیم اون ترک ها اونقدی مثلا به نظرم اون چف نشد مثلا دو تا ترکش بال با شده بود ولی یه دونه آلبوم مشترک دیگه هم شاید با هم بزنیم که بخواد بیاد بیرون ببین الان اینو گفته یه ایده زد بزنم شما که اینجوری آلبوم جمع کردید یه برنامه درست کنید برید بشینید دوربین و لایف بذارید دو سه ساعته یه آلبوم دراریم به نظرم چالش باحالی میشه ببینیم برای منو شروع کاری برای نداره ما کنار هم باشیم خیلی میتونیم راحت ترک بزنیم چون هم وایب و هم کلیم دیگه خیلی راحت میتونیم ترک بزنیم بعد خیلی با هم دیگه سری فیکس میشیم یعنی مچینگمون خیلی باحاله یعنی کنارم یه دونه بیت پلی بشه اگه سروش هد زد من سری روش رفتم یا برعکس اگه یه بیت پلی بشه من روش برم سروش سری پشت بند من کله رو میگیره میاد کارهایی هم که تا الان با هم دادین خیلی باحال بوده مثلا یکیش من خیلی دوست دارم تکی پکی تکی پکی بود اگه شما تکی پکی میدونین چی جوری شد تکی پکی رو سروش زده بود من تایمی تا که رفته بودم شما سروش زده بود یه ورسو بعد میخواست فری بذاره بعد گذاشت دیدم اصلا راه نداره من تو این ترک نباشم گفتم داشت اوپن ورس گفت اوپن ورس برای تو همه کار اوپن ورس کس کش بعد دیگه رفتم روش دیگه <تصح> همونجا تو شمال پیش خونه کاگام بودیم چیز سروش کیشیک بود یه روز یه 24 ساعت رفت کشیک برگشت ترک رو جمع کردیم با تایم خواب کاغان مشکل نخوردین <applause> داشت تایم خواب کاغان که یو مثلا لو پاور میشه ولی اون تایمی که من رفته بودم تایم خوبی رفتم همش همش بیدار بود ما میخوابیدیم کاغان بیدار بود من یه جوری هم که اصلا بقیه بچه ها با تایم خواب من مشکل دارن یعنی نسبت أوه. به کاغان من دیگه خیلی اوزام داره. این بعد پس آره بابا من خوب همخونه همخونه یای خوبی میشیم به همش خوابین آره همش خوابیم مثلا میرینیم تو هرچی پلنه خب اسم بعدی سامان ویلسون چی بگم گاد آف رایم گاد آف رایم خیلی باله سامان خیلی خوب خیلی خوب نمیدونم ببین چه مدلی بت بگم خیلی خوب همه چی رو هندل میکنه به نظرم توی هم پروژه هم توی چه میدونم توی شخصیت خودش همه چی رو راحت هندل میکنه خیلی ایزیه به نظر من خودم خیلی باحال میکنم یعنی خیلی نسبت به همه چی خیلی خون سرد برخورد میکنه و این خیلی باله این من خودم هم همین مدلی هم خیلی خون سرد با همه چی برخورد میکنم آره می چی می آره یه پوینت شخصیتیه به نظرم که سامان داره و خیلی خوبم داره ازش استفاده میکنه باحاله اسم بعدی پوریا پوتک آه. پوریا پوتک توی یکی از ویدیوهاش راجع من صحبت کرده بود بعد نمیدونم دقیقا کدوم که ریختن تو پیج من پوتک راجب صحبت کرده پوتک راجع صحبت کرده و اینا توی یکی از ویدیوهاش چه پیام تشکر براش گذاشتم و پوتکم هم به نظرم ببین من رپ کردن ها رو زیاد دوست ندارم مگر اینکه آلبوم جدیده رو که خشی زده براش رو باید بشنوم نظرم اسم کنم بعد از این, بعد از این آلبومش راجب نظرم راجبش کلا عوض شه ولی الان خیلی بیشتر یوتیوبره الان خیلی زیاد یوتیوبره تمرکزش آره زیاد دیگه رو این داستان ولی یه نکته جالبی که بود تو حالا سوالا اسمی که خیلی دوست داشتن نظرش نظر تو رو راجبش بدونن پوریا بود با اختلاف بیشترین این منشن رو داشت پوریا پوتک ببین پوریا خیلی ببین شخصیت خیلی باحال فانی داره و به نظرم خوب جایی رفته برای اینکه چیز کنه انرژیشو تخلیه کنه و مخاطباشو درگیر خودش کنه ولی ترکاش هم بماند که ترک های بدی هم نداره مثلا آلبوم اولیاشو هاشو دو سه تا آلبوم اولشو من خودم گوش میدادم ولی نه اونقدر زیاد شنیدم خیلی هم وایب کردم باش ولی خب دیگه از جایی به بعد دیگه دنبالش نکردم از سر یوتیوب دوباره شروع شد که مثلا ویدیوهاشو هر از چنگایی مثلا برم توی یوتیوب آنلاین شم میبینم و همین دیگه الان به نظرم خیلی تمرکزش رو یوتیوب یعنی یوتیوبر تریه تا به نظر من تا رپر تری. ولی اسم کنم راجب، راجب، نظرم راجبش سر آلبوم آلبومی که خشی براش پردیوس کرده عوض بشه اسم بعدی خیلی فکر کنم دوستش داری پارسالیب <laughs> خدا بگم چیکارت نکنه الان حس میکنم حساسیت میگیرم نسبت به این از بعد اوت میکنه حساسیتم گرمم شد صدام داره میگیره <applause> این بده چیش حالا داست چیش ببین باش با اصلا باش, باش, باش حال نمیکنم. ببین کپی درجه, درجه دو سه که مثلا همه میشناسن دیگه ببین تو چرا باید این کارو بکنی بعد آل... توی اه... آلبوم رادیو جوان اومده از یه بیت دانلودی استفاده کرده توی یه بیت یوتیوب بود که یه بند خدایی برای من فرستاده بود که براش تکس بنویسم بعد یه اومده بود گفته بود که این بیتر رو من برداشتم دیگه تو روش کار نکن بعد کلا با شخصیتی زیاد حال نمیکنم خیلی شخصیت جالبی نداره نزدیک باش رابطه داشتی که اینو میدیم. نه اوکی okay. ولی من نزدیک رابطه باشه ولی... ولی نمیدونم شاید شاید ایم... ببین آخه خیلی من نرم برخورد میکنم با یه سری موزا ولی سر قضیه پارسالی پا زیاد دش... نیستمش دیگه زیاد اصلا سر قضیه م... شاید سر مثلا شخصیتی شاید باش اه... چیز کنم بشینم صحبت کنم و اینا ولی تو موزیک اصلا نیستمش اوکی اسم بعدی پوری یه فیت بومب هم با هم داشتین قدیم گاد آف یان گاد پوری خیلی خفنه پوری به نظرم حالا سر آلبومش که بیاد متوجه میشین چی جوریه ولی پوری هم خیلی خفنه من خیلی باحال حال میکنم بعد از اون بر خیلی بچه خفنیه یعنی اون روز به من زنگ زده بود میگفت که تو, خ... تو خواب دیدم تو, تو خ... خوابتو دیدم بعد از اون دلم تنگ شد بلند شده بود به من زنگ زده بود خب همچ آدمی مگه میشه دوست نداشت خیلی بچه گلی بعد رفاقت نزدیک هم من با پوری دارم رفته بودم شمال کلی با هم چیز کردیم کسکرک کردیم اوکی اسم بعدی محمد رضا شایه محمد رضا شایه ببین رفیق قدیمی گوش رفیق قدیمی خاطرات رفیق قدیمی خاطرات بچگی بعد با ممرزا هم صحبت کردم تو دایرکت یعنی پیام داده بود انرژی بهم داده بود و صحبت و اینا بعد حتی اومده بود تا فکر کنم تا سمت جنوب اومده بود تا چابهار و اینا که من بهش پیم دادم گفتم مسیرت خوردیم وری بیا و اینا که گفت که خیلی دوست داشتم بیام ولی سر یه سری کارو باید برگردم قسمت نشده هم دیگر رو ببینیم ولی با هم دیگه صحبت داشتیم و اینا خیلی هم حس میکنم خودش خیلی آدم گلیه ولی منیجرش رو زیاد نیستم منیجرش به نظرم نقطه بد مارکته ولی از اون طرف هم داره براش پول ساز پولسازی سازی میکنه دیگه میگیری چی میگم متوجه اوکی اسم بعدی ایمانمون ایمانمون هم خیلی آدم بایدی ایمانمون قضیه ماکارونی ما داریم یه قضیه ماکارونی داریم <laughs> بعد یه استوری گذاشته بود آقا سر ایمانمون خب اینو می‌خواستم بگم که آره یه استوری گذاشته بود ماکارونی پخته بود و اینا بعد گفتم سوتون برای ما هم کنار بذار. و گفت بپر بیا اینجا نوشابهش هم بگی خیلی پاره شدیم سر این قضیه با ایمانم هم شاید یه دونه کار بزنیم یعنی صحبتشو کردیم یه دونه کار بزنیم ها. ولی هنوز جالب میشه چیز نشدیم هنوز ننشستیم سفت باش ببین من با اونجوری نیستم که با ب... اه... کار کردن رو دوست نداشته باشم با هر کسی که باش... با شخصیت شار کنم اه... یعنی د... اخلاقمون به هم دیگه بخوره همدیگه رو وایب کنیم حتما یه دونه همکاری میزنم ولی کسی که تو کنم نره رو ترجیح میدم باش بیف کنم سر اون سوالت هم اوکی. آره. هر اوکی. چیزی به جاش هم بیف به جاش سوال سوال هم باید صحبت کردم توی داریکت ولی سوال ببین اه... اوایل استارت کارش من خیلی بیشتر دوست داشتم تا الان یعنی اوایل استارت کارش رو که فری استایل میکرد میذاشت تو پیجش من خیلی بیشتر دوست داشتم تا الان الان ترکاشو زیاد دوست ندارم ولی فری های... ولی میدونم تو فری استایل کردن خیلی قویه بعد فری استایلش من خیلی دوست دارم یه دونه کار داره اگه رپ نباشه رپ و اینا و آره اگه رپو ازم بگیرم اون ترک اون ویدیو خیلی اون محتوایی که داره توضیح میده راجبش خیلی باله ولی ترک آخریش کوفه چه بود اون گاده کانبسش. اون گاده من با اون فری استایل اشکم همیشه در میاد تو ورس دوش واقعا فوق العاده ولی ترک آخرش زیاد نبودم اون اون ترک آخرش زیاد نبودم ولی اون فری آخرین کاری بود که توی ذهنم بولد بولد بود که اسم بردم ازش آره اون خیلی خفن یکی از به نظر من بهترین ترک های یا فری استایل های معاصر رپ فارسی اون واقعا خوب آره اون اون فری خب اگه تو فاز رپ نباشی متوجه نمیشی ولی وقتی تو کریر رپی داری و تو هیپ هاپ فعالیت داری واقعا دقیقاً قلبت داره بهت میگه مثلا ما که زندگیمون اینه داریم ازش درآمد در میاریم عشقمون به این کاره قبل از هر چیزی اینه که خب اگه یک درصد فکر کن این کار رو نمی کردیم باید چی کار می من خودم واقعا میمونم که چی کار می کردم سر این قضیه شاید اصلا تو موزیک آه. نمی اومدم چی میگی آره آره خوب... با اینکه حالا خودم آقای صداما ولی <applause> 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 برو میگیرم چی خب اسم آخر سروش هیچکس. بخوام چیه چقدر توصیفش کنم هیچکس کس خیلی چیجوری بخوام بهت بگم هیچ کس هم یکی از اونایی که همون اول بوده تو نمیتونید هیچ مدل این آدم رو این کنی خیلی خفنه هم قلم خفنی داره هم به نظرم توی هر چیزی که اومده توی هر کانتنتی که ساخته توی هر ای که رفته بهترین بوده تو نمیتونی بگی فلان ترک از هیچکس بده یا ضعیفه همیشه خفن بوده هیچکس بعد کسی که بعد کسیه که مثلا اصلا یه قلم متفاوته آفرین اصلا قلم متفاوت رپ فارسی شاید میگم من سلیقم نباشه الان ولی هیچ غیر قابل انکار این شخص و پروژه‌ای که تولید کرده توی تاریخ رپ فارسی قطعا همیشه به عنوان ببین این مدلیه چیزایی که محتواهایی که پروژه‌ای که هیچ کس تولید میکنن و به نظر من یه حالت گلدن ترک های رپ فارسیه هر چیزی هر چیزی که تا الان تولید کرده شده تا الان هیچ کس ترک بده نشنوی یا مثلا ن... حتی ناخواسته هم رفتی جای پلی شده میگیری چی میگم آره ببین هیچکس کس به نظر من حتی اگه پروژه نهاییش پروژه ای نباشه که خیلی بد وایب بده و فلان و اینا قلمش همیشه شاهکار بوده یعنی آفرین اون ببین من که من زیاد مثلا تو روزمرم نمیذارم ترک ولی خب وقتی که ترک بده امکان نداره تو نری گوش بدی چون همیشه آره. یه چیزی داره بهت اضافه کنه آره اصلا فوق از سروش خیلی خوب کاش پرکار بود یعنی سروش یه زمان آره، پدر دلسوز رپ فارسی که... بود ولی الان پدریه که ترک کرده رپ دیگه بچه گذاشته آره رفعه. ببین من ببین همیشه برده. میگم اگه هیچ کس پرکار بود خب شنیده شدن خیلی سختتر بود صدرس. چون یکی از آدم های قویه میگیری چی میگم اگه هیچکس آره. به شخصت پرکارتر بود هم شنیده شدن بین اون ترک هایی که سروش میده سختره همین که یه جامعه مخاطبی رو هر سری با هر کاری که انجام میده اضاف میکنه به رپ فارسی نمیدونم یادم چجور سر استاندارد اصان... رو میبره بالا دیگه ولی خب آره نمیدونم چجور هش... کاریزمایی داره که این اتفاق داره رقم میزنه ولی خیلی خفنه نمیدونم چجوری باید توصیفش کنه آره. خیلی شخصیت رو آره ولی... داره حالا این صحبت پرکاریش کردی به نظر من اگه تو همه سبکا کار میکرد حتی با کم کاری شنیدن سخت بود یعنی شنیده شدن ببین... سخت بود اگه تو آره. جاهای دیگه هم قلماشو میبرد تو سبکا آره ببین باید. مثلا من خودم با بچه ها خیلی میشینم صحبت میکنم راجع به رپ و اینا همیشه گفتم اینو اگه هیچکس هیچ کس میومد مثلا ترپ یا دریل رو تست میکرد مطمئنا خفنترین چیزی که میشد بشنویمون بهمون به اشتراک با به اشتراک میذاش چون خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته و روی همچین بیت های بشنوم صدای هیچ کسو آره ولی فکر کنم یه آرزو محاله <applause> آره ولی <applause> خب دیگه الان هستن کسایی که این اینجا رو بخوام پر دیگه الان مثلا خشی هر سری که پروژه میبنده یه واقعا هر سری که داره هر کاری انجام میده یه موج جدیدی رو بلند میکنه به نظرم خشی یکی از پر احترام ترین رپر باید باشه توی رپ فارسی چون خیلی کارو برای رپ فارسی یا... کرد که خیلی ها نکردن ببین صد درصد خشایار یه چیز منفی که به نظرم براش هست اینه که ببین خب تمام کسایی که دست تو کار دارن برای خشایار احترام قائلن با هر کی حرف بزنی یعنی هیچکی اینو زیر سوال نمیبره ولی تو جامعه مخاطبا تصویرش نمیدونم چرا اونجوری که باید نیست و دمش گرم که باز این همه کار میکنه و باز انرژی های منفی خیلی بهش میدن و باز همیشه میاد و حرکات جدید و کارهای جالب و ببین آرام یه طب چیزی بهت بگم. بگم تا یه جایی مخاطب به تو خط میده که نسبت به دید مخاطب و پیش بری از یه جایی به بعد دید خودتو ملت دوست دارن ببینن خب تا الان ما پوشت کردیم یه کاری رو انجام دادی اما از یه جایی به بعد خودتی و خودت خب یکی میشی مثلا مثل کندریک لامور میگیری چی میگم تا یه جایی ملت پوش میکنن اون قضیه رو بهت وایب میدن که تو اون کار رو انجام بدی از یه جایی به بعد دوست دارم ببینن که تو چی کار میکنی خب اونو به نظرم خشی خیلی داره خوب از پسش برمیاد و برای همینم هم اصلا چیز براش مهم نیست دیده مخاطبات دیده مخاطبات همیشه نسبت به یه موجی این اونور میشه راحت به یه سمتی میرن از یه سمتی دل میکنن میگیری چی میگم مقطعیه ولی اینکه تو همیشه توی هر سال کاریت کار باحال تولید کنی و همیشه آپدیت باشی یه ذره سخته که خشی خیلی خوب داره این کار رو انجام میده نسبت به کار باحالی آه. که داره انجام میده هم کارهای جدید داره یه موج جدیدم بلند میکنه یعنی خشی هر موقع ترک بده باید خشی هم یکی مثل هیچکس کس استانداردار رو جابجا جا میکنه مهراد هم همین مدلیه هر موقع ترک میده استانداردار رو جابجا جا میکنه اینا این سه تا شخص شخصایی که خیلی تاثیر گذارن تو رپ 100 درصد خشی خشیار فقط روی کار جدید خودش و اینا نیست واقعا روی مثلا روش درآمدزایی آرتیست‌ها فلان و برای نسل بعد آره واقعا داره خشی توی خشی توی این دو سال اخیر توی دو سال اخیر کاری کرد که خیلی ها به پول برسن از رپ فارسی یعنی راهو براشون باز کرد بهشون کمک داد سر این قضیه که دیدشون رو یه ذره بازتر کنن سر این قضیه بعد تایمی هم بود که ما داشتیم شروع میکردیم یعنی بعد از تایمی بود که ما داشتیم شروع میکردیم بعد خشی چرا با مثلا با نسل ما بیشتر حال میکنه سر اینه که یعنی صحبت هاییه که خود با خودش داشتیم میگه شما کاریو داشتیم پیش میوردین که من اومدم فقط اون قضیه رو تقویت کردم دیدم این راه راه درستیه تحقیق کردم راجع دیدم این راه راه درستیه که دارین شما پیش میریم برای همین ما رو یه, یه جوری دیگه میبینه همیشه خودش میبینه ببین می اصلا یه خاطره از خشیار بگم و یه خصوصیت خوبش خشیار نگاه نمیکنه طرف چقدر فالوئر داره کیه چیه فلان در حد من نیست از این حرف اینجوری نگاه نمیکنه میاد میبینه آقا این پتانسیلش رو داره فلان میاد کمک یعنی باید حتی کال میکنه فلان به راه و روش یاد میده فلان و این خیلی خفنه مثلا من آره. خودم خودم تازه این کار شروع کرده بودم خشوری اومد شروع کرد دارک دادن دادن حرف زدن و استوری کردن با سه منو اصلا خیلی باحال ببین باهوش ترین شخص ببین باهوش ترین شخص توی حال حاضر رپ فارسی خشیه بلا استثنا یعنی نمیشه سیاستاش هم آخه باحاله یعنی میشینه فکر میکنه قشنگ هم بیزینسمنه هم آرتست اینا رو میذاره بغل هم دقیقا هم هم خوب بلده هم بیزنس و این خیلی کمک میکنه به آدم یعنی به دور اطرافیاش هم خیلی دوست داره کمک کنه آره خشار سنش رفت والا به نظرم بعد منیجر شه بازی ها عوض میکنه به نظر من خشید سنش بره بالا باید یکی بشه مثل جیزی یه دونه رکورد لیبل بزنه راک نیشن توری بعد بشینه همه رو از زیر فیلتر خودش رد کنه و کارشونو پیش ببره خیلی خفن میشه خشی همین الان خیلی خفن <applause> آقا این سوالات تا اینجا حرفی سخنی ای چیزی جا نمونده که دوست داشته باشی به اشتراک بذاری نه من فکر کنم خیلی هم هم مختصر مفید راجع به همه چی صحبت کردیم همین که راجع به دایره چی میگن دایره دایره موضوعات زیادی رو پیش رفتیم باحال بود خوش گذشت شما دمت گرم مرسی که اومدی دعوتو پذیرفتی و دمت گرم مرسی خیلی باعث افتخارم من خیلی این صحبت کردن و این اینتراکشن هایی که با بچه های توی مارکتن رو خیلی دوست دارم خودم خیلی حال میکنم با این موضوع و حس میکنم که بقیه بچه ها هم همین مدلی هن یعنی نه تنها من نه تنها سروش که حالا چقدر این سری اسم سروش رو آوردم وسط این مصاحبه داداشمه داداشم خشی و سروش انقدر اسماشون رو آوردم واقعا خیلی حال میکنم. باشیم حالا جدا از این موضوع اه... این که یه سری صحبت ها میاد وسط و این که یه سری محتوا میسازی تو و بچه های دیگه با رپر خیلی باحاله من خودم خیلی پیگیر این موضوع میشم خیلی دوست دارم ببینم بیشتر همچین چیزایی رو البته بماند آدم پایه هم تو رپ فارسی کم ها. آره حالا خدا بخواد که برنامه های جدیدی داریم از خودت هم پایباشی استفاده های زیاد آره من که جلو جلو گل میگیری و بعد اینجا میای اگه پایه‌وشی و اینا آره آره یزیدی <تصفح> آره بریم بریم واسهش بتره کنیم دمت گرم خیلی خوش گذشت تشکرام همچنین آلبوماتو زود بده دیگه <تصفح> منتظر آلبوم ها رو سوتون ببین سر آلبوم واقعا خیلی آدم وای به بالی میگیره من دوست ندارم واقعا وای به آلبومم تموم بشه خیلی حال میده یعنی دوست ندارم آلبوم تا بعد م... مثل مجاز 10 سال میخوای طول بدی نه بابا از این فازو ندارم دیدی مم. که توناج ول دو رو من خیلی شاید مثلا یک ماه یک ماه و نیم تولیدش طول کشید از 0 تا صدش یعنی من 20 روزه کل پروژه ها دستم بود یعنی وکالاشونو داشتم همین الانم هم توناج ول یک خیلی از ترکاش آماده است لیریکش فقط باید بشینیم ترتمیز کنیم یه سری چیزا رو با بچه ها ولی آلبوم هم من سعی میکنم تا آخر سال جمع جورش کنم اگه پروژه ها فرصت بده سینگل ترک ها و ویدیو ها. اما اگه فرصت نده اوایل سال دیگه یعنی یکی دو ماه سال آینده حتما آلبوم میذارم بالا اوکی. منتظر آلبوم با سروش هم که کارشو میکنیم دیگه آلبوم با سروش هم کارشو میکنیم این هم به شدت منتظریم آره آلبوم با سروش بعد سر صدا میکنه مطمئنم, مطمئنم. آره. فقط باید, باید. من و سروش یه جمع... بشیم این جمع به هم خوردن من و سروش خیلی سخته یکی شمال یکی جنوب بعد نقطه مشترکمون فقط موزیکه <تصفح> این بعده سخته کاره آره. منو من و سروش رفاقتمون سر دراز داره با کیا هم همین مدلی هم میخوای تعریف کنی؟ <تصفح> با سروش رو بذار یه خاطره بگم یه خاطره هم با کیا بگم اه... سر خاطره ای که با کیا داشتم این بود که تایم رکورد ترک نمیبیننمو گرفته بودم پیش شروین رادفر بعد میرفتیم استدیو بعد من داشتم مامو درد میکردم حاجی نصف کلم دردش تموم شده بود بالای سرم دردش مونده بود خب یعنی هنوز فقط جدا کرده بود بعد ما فکر میکردیم تموم میشه تموم نشده بود بعد 24 ساعت بعدشم من بلیت داشتم بیام بندر با کیا داشتیم چیز میکردیم پیش خونه رفیق کیا بودیم بعد داشتم دردامو رو میزدم بعد نصف کلم درد بود نصفش نبود بالای کلم کلا گذاشته بودم رفته بودم رکورد اینا خیلی خیار بود اون صحنه منو میدیدی پشمات میریخ بالای سرم فر بود افرو بود ما هم بالای سرم فر بود بغلام درد بود خیلی کیری بود بعد شانس آوردید پروژه موزیک ویدیو نداشتید دیگه دادش موزیک ویدیو داشتم کسخل بودم مگه اون کارو میکردم سر قضیه سروشم هم سروش پادگان بود جاسک بود بعد هجی ما انقدر به اون خوش گذشت توی اون 24 ساعتی که جاسک بودیم و تایما تا که سروش پادگان بود یعنی این بر معمولیت خورده بود سه ماه بهش معمولیت خورده بود بعد خیلی تو اون تایم من یه ویدیو از اون موقعتون دارم اگه یاد بشه موقع یه پروژه قرار بود پیش ببریم آره آره آره, آره. آره. تو سالن تتو رفیقم بودیم سروش داشت تتوشو میزد آره, آره. آره. متاسفانه اون پروژه کنسل شد انقدر کمکاری کرد خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر الان پروژه های بهتری آره رو پیش میبینیم حالا ویدیوشو میذارم این وسط بچه‌ها ببینن نه دیگه نزار دیگه آه. یزید ویدیوش خیلی خیار بود تو سی سه بعدی بودیم منو و سروش با حال میداره یه... یه عکس ازش بذار یه عکس ازش بذار آره یه فرم ازش بذار یادش یخه یه سال گذشت تقریبا یه سال سو آره. زود داره میگذره داریم پیر میشیم آره یادش بخیر ولی پروژه اگه میشد خیلی باحال بود آره همه بچه‌ای که کم کاری کردن گرم از همینجا سلام میرسونم بهتون و آخ اوکی سوتون برو بریم دیگه خیلی خوشش زیادی بهمون داره خوش میگذره دیگه یک ساعت و نیم صحبت کردیم آره لذت بردیم مطمئنم که همه هم خوششون اومد حرفای جالبی بود آره و تا دیداری دیگر بدرود این سیما دیدی باستم من دوربی نمیاد تکریم <تصفح> خب این بود از قسمت 23 و بی پرده امیدوارم که لذت برده باشید صحبتی انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید و مثل همیشه بنویسید دوست دارید مهمون بعدی این برنامه کی باشه که ما سعی کنیم افتخار حضورش رو کسب کنید دمتون گرم امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بوم باشه تا ویدیو بعدی سی سون